درود بر شما یاران عشق. امشب تصمیم گرفتم که در ارتباط با یک مسئله بسیار بسیار مهم با شما در میون بذارم که البته مربوط میشه به دقیقاً 43 سال پیش، 44 سال پیش، اوائل انقلاب جمهوری اسلامی. هیاهو بود، شهر شلوغ بود، همه تو خیابونا می دویدن، همه در تکاپوی پیدا کردن اسلحه بودن، حمله می کردن به خونه ها، دزدی فراوون شده بود، غارت فراوون شده بود، هر که کار دلش بخواست میکرد، میریختن تو خونه مردم، مردم رو کتک میزدن، میریختن تو زندگی مردم، غارت میکردن و خلاصه ایران شده بود ماتم سرا. یه عده میگریستن، گریه میکردن، یه عده خوشحال بودن برای اینکه زورگویی در مرامشون بود، دزدی و خوردن و بردن و آزار دادن و مردم زدن و نمیدونم این ماجراها شده بود براشون یک سرگرمی. تو این فاصله ها که این اتفاقات افتاد، یکی از این مشکلات هم نصیب من شد. هنوز پاسبان و افسر و نمیدونم ارتشی و راه به اصطلاح پاسبانا و اینا هنوز تو خیابونا بودن، هنوز کلانتری بود، به کمیته تبدیل نشده بود، برادران پاسداران نبودن هنوز و هنوز هیچ کس رو پلیس یا پاسبان به زور نمی اومد از خونش بکشه بیرون برداره بره، فقط مردم غارتگر شده بودن، همون مردمی که در سال 57 انقلاب کردن. خوشحال خندان یکیش هم نصیب من شد. یه روزی ساعت تقریبا 8:30-9 صبح بود که در خونه ما زده شد. بیبی سیتر بچه من در اومد گفت که در میزنن این موقع صبح. گفتم خب برو در واکن ببین کیه چیه. رفت در باز کرد و دیدم اومد گفت که دو تا بچه تقریبا 17-18 سالن با اسلحه جسه رو دوششونه و اومدن با شما کار دارن. گفتم بچه 17-18 ساله با من چی کار داره؟ گفت نمیدونم خانم. میگن که خانم شهناز تهرانی بیان دم در ما با شما کار داریم. خلاصه رفتم دم در و گفتم که بفرمایید جوانای عزیز ایران من، شما در خونه من برای چی اومدین؟ با من چی کار دارین؟ گفت اومدین شما رو ببرین. گفتم منو ببرین؟ چرا مؤدب اولا صحبت نمی کنی؟ چه طرز بیانه لاتیه، به سنت نمیاد، شما فضله نکن. منو میگی؟ خیلی نگران شدم که اینا از کدوم با کدوم قانون در خونه مردم میان و اینجوری توهین میکنن، چون در اون زمان کسی به کسی توهین نمیکرد و بیادبی نمیکرد، در خونه کسی نمیرفتن، مزاحمت ایجاد نمیکردن. ولی یهو همچین که
شروع شده بود به فریادهای خیابانی، یه مقدار جست و گریخته مردم رو پر رو کرده بود. گفتم حالا با من چی کار داری؟ یه دونه روزنامه در بر دستش و گفتش که شما حکم جلب تو داری. بعدم میگه روزنامه کیهانه که گفت خب تو همین نوشته دیگه. گفتم جدی میگه؟ گفت بله. گفتم میتونم ببینم این حکم جلبمو؟ روزنامه رو داد دستم، دیدم که عکس منو گذاشتن با خودکار آبی، خودکار بیک بود و موقع ها که جناب نخست وزیر هویدا 13 سال خودکار بیک رو روی قیمت نگه داشت، همون خودکار بیک باش واسه من مقنعه کشیدن اینجوری که شهناز تهرانی سارق مسلح، دزد حرفه‌ای، با پسرخالش علی گربه و مادرش یک گروه بسیار خطرناکی هستند که 30 دستگاه رنج روور دزدیدن، 30 دستگاه بلیزر دزدیدن، انواع و اقسام خونه ها رو غارت کردن و نقره‌جات و نمیدونم طلاجات و این داستان ها سارق مسلح هستن و بسیار بسیار از خونه های مردم جنساشون رو دزدیدن و مردم رو تهدید کرد. به عبارتی شهناز تهرانی مادرش رو میفرستاده خونه مردم برای کلفتی. بیچاره مادرم، خدا بیامرزد، ما اله قربونت برم، منو ببخش مادرم. شهناز تهرانی مادرش رو میفرسته خونه های مردم برای کلفتی. یه مدتی که میره میاد توجه جلب میکنه و نمیدونم مورد اعتماد اون خانواده پولدار که میشه، زمانی که توی خونه تنهاست اون مادر شهناز تهرانی، علی گربه پسرخاله شهناز تهرانی و شهناز رو اکیپ دوزای سابرقین مسلح رو میگن بیا اینو حمله کنین و با ماشین مخصوص سرقت میرن به محل و خونه رو جمع میکنن و خالی میکنن و عتیق جاتش و اینا رو میبرن. گفتم من این کار رو کردم؟ گفت بله، اینجا نوشته شما همین کار رو کردید، دزد مسلحی. گفتم که خب حالا باید چی کار کنیم بچه ها، جوونا؟ یعنی واقعا فکر میکنین که یک آرتیست میتونه این کارا رو بکنه؟ گفتم حالا که روزنامه کیهان که دروغ نمیگه که. گفتم حالا باید چی کار کنم؟ گفتم باید با ما بیایی بریم کلانتری. گفتم که خیلی خوب، اجازه بدین من لباس هم عوض کنم. چش، با چی قراره بریم؟ ماشینتون کجا؟ ما ماشین نداریم که، با اتوبوس میریم. گفتم سارق مسلح با اتوبوس میخوایی ببریم؟ خدایا ما با چی دنیای مسخره این روبرو بودیم؟ گفتم نمیخواد، با ماشین خودم میبرم. با ماشین بلند شدیم رفتیم به کلانتری، پارک کردم و رفتیم با این آقایون تو. بعد این اسلحه هاشون هم سنگشونهشون بود، اینجوری یه بری شده بودن، سنگه بچه بودن دیگه، 17-18 سال بیشتر نداشتن، خیلی ضعیف بودن.
بعد ما به این نتیجه رسیدیم که با یه نفر باید اونجا باشه که ما رو تحویل بگیره، اینا ما رو تحویل بدن. رئیس کلانتری شنید که شهناز تهرانی اومده کلانتری، هراسان بلند شد اومد و گفت چی شده و خانم شهناز تهرانی به 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 ستاره سینمای ایران، افتخار سینمای ایران، شما چه عجب اینجایین؟ گفتم نمیدونم والا از این دوتا بچه ها بپرسی. گفت چه ارتباطی داره؟ گفتم بلند شدم اومدن در خونه من با لاتبازی و توهین و بیادبی به من گفتن ما حکم جلب تو داریم. این روزنامه کیهانو به عنوان حکم جلب من، اگر من میخواستم اهمیت ندم که خب آبروریزی میکردن، من توی محلم توی جایی که زندگی میکنم با آبرو زندگی کردم، من یه آرتیستم. گفت بله، اجازه بدیم من ببینم دلیلی که اینا این کار کردن چی. رب گفت بچه ها شما به چه اجازه بلند شدین رفتین در خونه خانم شهناز تهرانی؟ گفتم به اجازه خودمون کیهان. گفته کیهان؟ گفت بله، نه ایشون سارق مسلحه، ما هم رفتیم دستگیرش کردیم. گفت بیشعورا احمق ها، اون خانوم سارق مسلح که همه این کارا رو کرده خانوم شهناز علی شاه تهرانیه که از بعد این روزگار سیاهی لشکر فیلمان بوده، جز سیاهی لشکر ها، یه چند تایی سیاهی لشکر فیلم سیاهی لشکر بوده. کیهان برداشته علی شاهشو خط کشیده نوشته شهناز تهرانی. خانم شهناز علی شاه تهرانی هنرپیشه سیاهی لشکر تلویزیون بوده. شیطنت کردن به قول خانم لیلی گلستان، الله اکبر، از این شیطنت های بیماغه. خانم شهناز تهرانی از توش در اومده، شما بلند شدید رفتین پرسون پرسون در خونه خانم شهناز تهرانی؟ گفتم بله. گفت یه چک میزنم تو گوشت که عین اعلامیه به چسبی به دیوار، دیگه از این غلط ها نکنی خونه های مردم بریم مزاحمت ایجاد کنی، را گمشیم بریم جلو میدم بگیرن تو بره. آقا اینا اسلحه ها رو گرفت، اینا رو کجا بردی؟ آقا انقلاب گفته بود گمشه و زد تو گوششو اسلحه ها رو ازشون گرفت و بعد دعوت کردم به اتاق دیگه. نشستیم، آب پرتقال برای من آوردن. خیلی عصبی بودم، خیلی حالم بد بود، از توهین این بچه ها اذیت شده بودم. اونا این بچه های من بودن، اونا این چه میدونم عزیزای منن، هموطنای منن، جوون بودن، عشق اسلحه و عشق نمیدونم بگیر و ببند و نمیدونم زندانی کن و فلان کن تو مغزشون بود. هر کدوم برای خودشون یه رهبری داشتن. نتیجه گفتم جریان چیه؟ چرا؟ چه اتفاقی افتاده؟ گفت که خانم شهناز تهرانی، خانم شهناز علی شاه تهرانی یه همچین گروهی رو داره و مادرشون رو میفرستاده و علی گربه صاحب یعنی گروه، همکار گروهی، پسرخاله خانم علی شاه تهرانیه و اینا الان دستگیر شدن و تمام اموال مسروقه هم ازشون پس گرفته شده و الان زیر بخیه به قول معروف توی اتاق بازجویی، نه اینجا، در مکان دیگر،
توی بازجویی هستن و اقرارم کردن و دارن گروهاشون و افرادی که تو گروه اینا بودن دارن یکی یکی لو میدن و اینا. این کار به سختی شد ولی انجام شد. من متاسفم، من معذرت میخوام، من شرمنده شما. گفتم شما چه شرمنده ای پسرم؟ این آقایون پسرای گلمون باید شرمنده باشن که بدون تحقیق، بدون هیچ نوع ارزش انسانی، با تمام عقده و حرفای بد و رکیک بلمشم میاد در خونه مردم رو میزنن. امروز در خونه من رو زدن، فردا در خونه یه خانواده دیگه رو میزنن. مردم آبرو دارن، مردم با آبرو زندگی میکنن در ایران. گفت بعد شما حق دارید. گفتم حالا بعد چه بکنیم؟ گفت که این مسئله روزنامه کیهان و مردم همه میبینن، فردا هر روز یکی میخواد بیا سراغ من. گفت ما الان به شما یک ورقه میدیم از طرف کلانتری کل، مهر و امضای بنده که رئیس کلانتری هستم پاش میخوره، شما اینو لطف میکنید ببرید به روزنامه کیهان و اونجا تکذیب میکنن. گفتم باش. نوشتن و مهر کردن و خیلی. البته عکس یک آلبومی هم به من نشون دادن که عکس خانم علی شاه رو نشون دادن. علی گربه پسر خانم علی شاه اونجا بود، عکس مادر خانم علی شاه اونجا بود و سارقین مسلح، دزدایی که بودن، نمیدونم یه دشون گرفته بودن یه دشون هنوز فراری بودن. آلبوم هم به من نشون داد که البته من در اون آلبوم عکس آشنای چندتایی دیده بودم، دیدم ولی صدام در نیومد، چون به هر حال من آدم فروش که نیستم، که من یک انسان، یک هنرمند مردمی هستم و در مرامم نیست آدم فروشی، در مرامم نیست. بگذاریم. ما این ورقه رو گرفتیم و توی پاکت گذاشتن، خیلی با احترام و سوار ماشین شدیم اومدیم رفتیم به روزنامه کیهان در کوچه کیهان پشت فردوسی. رفتم و دیدم که پاک کردم رفتم داخل و پله میخورد میرفت تو و دیدم که دم در، دربون دم در، یه آقای چارزانو با این شلوارای ماماندوز هست آبیا با یه دونه عبا اینا نشسته اونجا و چارزانو رو صندلی پشت یه میز، سرش هم پایین و نمیدونم داشت چی یاد داشت میکرد و چی میخوند و اینا، علاقه ای هم نداشتم بدونم. بالاخره رفتیم جلو و گفتم که ببخشید آقا، با برادر گفتم که ببخشید آقا من یه اعتراض نامه دارم برای تکذیب یک اشتباهی که روزنامه کیهان در مورد من انجام داده و میخوام که به اصطلاح این موقعیت رو گزارش بکنم و با سردبیر روزنامه کیهان صحبت کنم. گفت نمیشه. گفتم که چرا؟ این مسئله با آبروی شرف من بستگی داره و چرا باید نشه؟ گفت من بعد اول ورقه رو بخونم. گفتم بفرمایید بخونید. خوند که از طرف کلانتری فلان فلان تکذیب تشابه اسمی شده، خانم شهناز علی شاه تهرانی در بندن و زیر شکنجن، زیر اقرار شکنجه، شکنجه اقرارن، چه میدونم از همین کلماتی که خودشون میدونستن، اقرار بکنه و
خانم شهناز تهرانی یک تشابه اسمی بوده که علی شاهش برداشتن و خانم علی شاه و نردشه سینما و سیاه لشکر هم بوده. این تکذیب همینطور که نوشته شده تکذیبش هم انجام بشه روزنامه کیهان، سپاس از روزنامه کیهان فلان فلان. برگشت میدونه این آقا به من چی گفت؟ برگشت گفت حالا چه فرقی میکنه؟ ایشون اون خانم علی شاه تهرانی سارق مسلح دزده، شما یه زن بدکاره و بدنام. گفتم آقای محترم یک آرتیست سینما نمیتونه بدنام و بدکاره باشه. من آرتیست این مملکتم، من هنرپیشه این مردمم، مردم به خاطر من میان توی سینما ها، دم صف سینما ها وای میستن، ساعت ها وای میستن بلیت بخرن، سانس به سانس میان بشینن فیلم بنده و آقای فردین و آقای ایکس و خانم اگرگ رو نگاه کنن. چطوری من ممکنه که یه زن بدکاره باشم؟ دقیقا افکار شبیه خانم لیلی گلستان بود، دقیقا. گفتم من چطور میتونم یه زن بدکاره باشم؟ این چه لفظیه که شما با من صحبت میکنید؟ من باید ببینم، من این تکذیب باید بشه. گفت تکذیب مکذیب نمیشه، برو دنبال کارت خانوم. من خیلی ناراحت شدم، تمام وجودم و به لرزه افتاده بود. اون کاغذ تکذیب نامه رو ریز ریزش کردم، هزاران تیکه کردم، پاچیدم تو صورت این آدم و گفتم از ارشادتون بسیار متشکرم آقای محترم. گفت باره بینیم بابا، باره بیرون. فرهنگ ما داشت خراب میشد، شروع شده بود. فرهنگ ایرانی که همانا ادب و معرفت ایرانی داشت یواش یواش به بیراهه کشیده میشد، کما اینکه یه دربون دم در کیهان با یک کسی که مراجعه میکنه برای یک مشکلی که داره با روزنامه کیهان دقیقا غیر انسانی رفتار میشه و با توهین رفتار میشه. از اونجا اومدم بیرون، رفتم سر زندگیم، ولی خیلی افسوس خوردم که این مملکت چه خواهد شد با این ذهن کثیف، با این زبان کثیف که ما باش غریبه بودیم. نمیگم ایشکی بلد نبود فوش بده، همه هم بلد بودن، ولی کسی به کسی فحاشی نمیکرد. بابا مسئله مردم بزرگتر کوچکتر سرشون میشد، به پدر مادرشون احترام میذاشتن، پسر دختر اگه سیگاری بودن جلو پدر مادرشون نمیکشیدن، اگر مشروب میخوردن جلو پدر مادرشون نمیخوردن. انقدر احترام داشت پدر مادر، بزرگتر، حرمت کوچکتر بزرگتر بود. پدرها به بچه هاشون میگفتن شما. بعد یه آدمی که اومده به قول خودش فرهنگ سازی کنه و مملکت رو بهتر کنه، برمیگرده میگه شما اون دزد، شما بدکاره. چطور میتونه یه همچین افکار مسمومی اجتماع رو، اونم اجتماع تمیز ما، اونم اجتماع مملکت آریایی، اونم ما یاد گرفتیم از پدر تاجدارمون که ایرانی حرمت داره،
ایرانی عزت داره، ایرانی مرام داره، ایرانی معرفت داره، ایرانی شعور و فرهنگ داره. ما آموخته بودیم اینو، هنوزم ما در همون مرامیم، ولی متاسفانه این افکار مسموم سالیان سال ادامه پیدا کرد و فرهنگ ایران یواش یواش از بین داشت میرفت تا اینکه دوباره معرفت و شرف ایرانی دوباره خودش رو نشون داد و ریختن توی خیابون‌ها و حق رو خواستن و با ادب و احترام به نظر من بچه‌های کف خیابان. عزیزانم، نازنینانم، این موردی بود که من باید با شما در میون میذاشتم، چون خیلی جا حرف و حدیث بود که شهناز تهرانی دوز بوده و فلان بوده. نه نبودم، من نه دوز بودم، نه بیشرف بودم، نه بدنام بودم، نه بدکاره بودم، نه محتاط بودم، نه مشروبی بودم، نه موادی بودم، هیچ کدوم اینا نبودم. من فقط یک آرتیست بودم، فقط یک بازیگر بودم و افتخار میکنم که یک انسان بودم و هستم. مورد دوم، سنگامو وا بکنم اینجا. آهای عزیزانی که شما خودتون اداره شناسنامه هستید، برای هنرمندا سن تعیین میکنیم، ما شناسنامه داریم، بنده شناسنامه دارم، من در اول فروردین 1333 به دنیا آمدم در تهران. من یک فروردینیم، من یک ایرانیم و متاسفانه باب شده که در این پیج های حاشیه ساز هر کی هر چی دلش بخواد می نویسه، هر کی هر کاری دلش بخواد می کنه. ما شناسنامه داریم، هنرمندا شناسنامه دارن. من 68 سالمه، هیچ مهم نیست که بگید 70 سالشه، نمیدونم 90 سالشه، 100 سالشه، خدا کنه 100 سالم بشه. الهی من با شما 100 ساله بشم، چه عشقی بالاتر از این که بمونی 100 ساله باشی. یه عده میگن تو چرا خجالت نمیکشی، برو نمیدونم فکر من فلان کن، توبه کن، نمیدونم قبر خر بر خودت. توبه چی بکنم؟ مگه دزدی کردم؟ مگه مال و اموال کسی رو بالا بردم خوردم؟ من به مردم عشق دادم، من فیلمایی بازی کردم که پند زندگی بوده. چرا توبه کنم؟ من دلا رو شاد کردم. چه مقامی بالاتر از این که دل کسی رو شاد کنی، لب کسی رو بخندونی؟ چه مقامی بالاتر از این که شادی تو خونهای مردم ببری؟ بابا والا به خدا، ماها پاکترین انسانهای روی زمینیم،
من و شما، خودمون که میدونیم. چرا این تهمت ها رو میزنی به هموطنت؟ چرا این حرف ها رو میزنی؟ چرا دل هموطنت رو میشکنی؟ چرا دل منو میشکنی؟ چرا من باید برم قبر بخرم؟ هر وقت وقتش شد قبرم نمیخوام، وصیت میکنم که منو آتیش بزنی، خاکسترم بریزن تو دریا که برسه به ایران. بابا پول قبر منو خوردن، یه پولی جمع کردم بخاطر بر خودم قبر و کفن بخرم، ولی رندان بردم خوردن، تو گرجستان خوردن، تو استانبول خوردن، میخورن میبرن، چون خدا ندارم، چون مرام ندارم، یه جایی هم پس میدن. من ایمان دارم. ما پولی که خودمون داریم در میاریم با عرق جبین نمیتونیم بخوریم، وقت بلاش بیاید پول زحمت کشیده مردم رو بخوایم بالا بکشیم، از حلقمون میزنه بیرون، تو دماغمون میزنه بیرون، فتیل فتیل. بدا به حال اونایی که نقشه رو زندگی مردم میکشن، چه عاقبتی خواهند داشت. بگذاریم، حرف بسیار است. این کتاب کهنه خاطرات و رازها بسیار دارد. تا امروز، تا الان، تا این ساعت، تا این دقیقه من کتاب کهنم رو میبندم، ولی یه روز دیگه با یه داستان دیگه میام کنارتون، میشینم و براتون میگم. دوست دارم که باورم کنید، دوست دارم که منو بشناسید، دوست دارم که حرمت انسانها رو نگه دارید، به خصوص کسانی که برای شما بسیار زحمت کشیدن. هنرمندان ایران بسیار انسانهای والا و ارزشمندی هستند که امروزه هر کدوم در غربت با مشکلاتی رو به راه هستن. فکر نکنید که سفره جواهرات پخش براشون و پهنه، نه، ما در حدی زندگی کردیم که به کسی نیاز نداشته باشیم، اونم به خاطر اینکه خداوند یکتا، خداوند رنگین کمان قلب هامونو دیده و به همون حرمت داده و یه لقمه نان که هزاران بار خدا رو شکر میکنیم. خدا رو شکر ما شما رو داریم، مردم خوب ایران رو داریم، مردم با صفت و با همت و با فرهنگ ایران رو داریم. خدا رو شکر که ما همدیگر رو داریم. با امید روزی که دستبوس یکا یک باشم در ایرانم. مرسی که نشستید حرفای منو گوش کردید و این مسئله برای ابد بسته بشه. از حق ما دفاع کنین. اگر الان میشنوید حرفای من رو، با خلوص نیت دارم میگم از حق من دفاع کن. هموطن اجازه نده که ایرانی رو جایی کسی خراب کنه. اجازه ندین که حرمت ایرانی از بین بره. زنده باشید، پاینده باشید، برقرار باشید، سالم باشید و با هم باشید. زن، زندگی، آزادی، مهسا امینی و ملت ایران، پاینده باد. جاوید شاه.